معده خانه بیماری هاست و پرهیز بهترین درمان هاست. زخمای گوارشی از جمله زخم معده درمان داره، راحت هم درمان میشه، مشروط بر این که بدونی دقیقا از چه چیزهای پرهیز داشته باشی و اون فرمول طلایی که کمک میکنه زخمای گوارشی درمان میشن چی هست. سلام به همه شما عزیزان، امیدواریم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. میخوایم راجع به زخمای گوارشی، مخصوصا زخم معده صحبت کنیم و مهمتر از همه علتها رو بهتون بگیم. به محض اینکه علتها شناسایی میشن و فردی که مشکل گوارشی داره، زخم گوارشی داره، اون موارد رو رعایت میکنه، به سرعت بدن ما میتونه خودش رو ترمیم کنه. ما همیشه اینو میگیم، بدن ما هوشمنده، سیستم ترمیم داره، فقط باید این اجازه رو بهش بدیم، این مهلت رو بهش بدیم تا بتونه خودش رو درمان کنه. و این میسر نیست مگر اینکه مواد غذایی که مضر هستن استفاده نشه. عواملی که باعث زخم گوارشی میشه، مهمترین عامل استراب استرس هست که اکثرا اینو میدونیم بده، ولی افراد کمی هستن که راهکار براش دارن و مدیریت میکنن استراب استرسشونو. در زمانی که فرد داره قصه میخوره و حال روحی خوبی نداره، طی 24 ساعت معده 1 لیتر اسید اضافه تر ترشح میکنه. حالا این اسید اضافی طبق همون سیستم جذب در سر تا سر بدن دور میزنه و کمترین عارضه‌ای که به وجود میاره مشکلات استخوانی هستن، مثل آرتروز، مثل روماتوئید و مشکلات دیگه. معده 3 لایه داره. لایه داخلی اون که یک لایه مخاطی شکل هست و مانع رسیدن اسید معده به لایه های بعدی میشه. وقتی که این لایه مخاطی نازک میشه در اثر خوردن غذاهای نادرست و اسید زیادی که ترشح شده، به مرور زمان لایه میانی نفوذ میکنه و باعث میشه زخم و التهاب ایجاد بشه. وقتی که ما غذاهای نادرست داریم استفاده میکنیم و غذاهایی که جزء ممنوعات هستن، آسیب میزنه به جدار معده. مثل چه غذاهایی؟ غذاهای شب مونده، غذاهایی که فریز شدن، غذاهایی که دستخوش تغییرات زیادی شدن، مواد شیمیایی دارن، مواد نگهدارنده بهشون اضافه شده. تمام این مواد غذایی میتونه به جداره معده آسیب بزنه. مواد غذایی که جزء ممنوعات هستن و آسیب میزنن به معده و باعث ترشح زیادی اسید تو معده میشن، مثل غذاهای شب مونده که هیچ خاصیتی ندارن، غذاهای فریز شده که خاصیتی ندارن و بعد از 2 الی 3 هفته خواص خودشون از دست میدن، غذاهایی که با روغنهای ناسالم درست شدن و غذاهایی که مواد شیمیایی و افزودنی های زیادی دارن، میتونیم بگیم غذاهای کارخونه ای، تمام اینها سیستم گوارشی ما رو مختل میکنه. یا افرادی که خیلی پرخوری و ریزخاری دارن، پرخوری هم باعث زخم گوارشی و التهاب میشه. چطوری این مشکل به وجود میاره؟ زمانی که ما پرخوری داریم، معده انسان مثل یک جوراب میمونه، این قابلیت داره که کش میاره. وقتی که ما حجم زیادی غذا رو وارد معده میکنیم، اون لایه مخاطی معده نازکتر میشه و اینجا باز هم اسید معده آسیب میزنه. یا لایه میانی معده که حالت ماهیچه‌ای داره و با حرکتی ماهیچه هست که غذا داخل معده میچرخه تا خورد بشه و هضم بهتری داشته باشیم، حرکت این ماهیچه هم دچار اختلال میشه، چون حجم معده افزایش پیدا کرده و نمیتونه معده کار خودش رو درست انجام بده. باز هم میرسیم سر رعایت کردن آداب. در طب ایرانی هر چیزی دارای یک آدابی هست. غذا خوردن هم آداب داره. حقیقتاً کسی که اینو رعایت میکنه به این راحتی دچار مشکل گوارشی نمیشه. حتی اگه درگیر هم باشه به سرعت برطرف میشه. در همون ابتدا نمک چشیدن چیز ساده‌ایه، اما اثرات عجیبی داره.
نمک طبیعی رو قبل و بعد غذا بچشیم. خیلی ها ایراد میگیرن به این قضیه که نمک های طبیعی نمک های سالم نیستن. عزیزانی که این سوال براشون مطرح هست، ویدیو لانگ مربوط به نمک رو ببینید، مطمئنم که دیدگاهتون عوض میشه. حسن چشیدن نمک قبل و بعد از غذا اینه که معده رو گرم میکنه. حالا این داستانش چیه؟ معده های سرد باعث میشن غذا خوب هضم نمیشه و ایجاد زخمه گوارشی میکنن. حالا این معده چطور سرد میشه؟ همون غذاهای نادرست، غذاهای شب مونده، هرس خوردن، مواد غذایی فیبردار استفاده نکردن که یکی از اون علتهای مهم زخمای گوارشی کمبود فیبر مواد غذایی هست، و رعایت نکردن آداب غذا خوردن معده رو سرد و اسیدی میکنه. یعنی وقتی اسید معده ترشح زیادی داره، یعنی اینکه معده سرد و رطوبتی شده. خوب جویدن غذا هم که خیلی خیلی مهمه، چون وقتی که ما غذا رو خوب میجویم آنزیم ها درست ترشح میکنن. یعنی هر ماده غذایی یک آنزیم خاصی میخواد برای هضم شدن. مایعات ما بین غذا نخوردن، این برای بچه ها همین ابتدا بگم، هیچ مشکلی رو نداره، چون بچه ها حرارت غریزشون بالاست و آب میطلبه. اگه آب نخوره حالش بد میشه، صفراش بالاست و باید آب بخوره. اما در بحث بزرگسالان اینجوری نیست. مایعات ما بین غذا خوردن حجم معده رو افزایش میده، به مرور معده ها و روده ها بزرگتر از حد طبیعیشون میشن و باعث میشه فرد لاغره اما دور شکمش بزرگه، چون یک فضای مناسبی شده برای انباشت چربی و غذا دیرتر هضم میشه. چرا؟ اینکه شیره معده یا همون اسید معده که برای هضم غذا هست هی رقیق تر میشه. حالا غذایی که قرار بوده 3 ساعت هضم بشه، ساعتهای طولانی رو متوقف میشه، میگنده و بوی اون باعث میشه از طریق مری به سمت بالا بیاد. و افرادی که این مشکل رو دارن و اینو رعایت نمی کنن، معمولا دهنشون بوی بد میده. چرا؟ اینکه دریچه معده خوب بسته نمیشه و این بخارات هم بالاتر میزنه. یکی از دلایل بسته نشدن دریچه معده هم به خاطر همون سردی هست. این هم یکی از نکته های طلایی هست. وقتی که خوب غذاتون رو خوردین، به اندازه خوردین، پرخوری نکردین، مایعات همراه غذا استفاده نکردین، خوابیدن به پشت هست، دست‌ها پشت گردن باشه، پای راست رو پای چپ باشه، این هم هضم غذا رو راحت تر میکنه. 20 دقیقه تایم فوق‌العاده استراحت بعد از غذا کمک میکنه تا شما گوارشتون راحت تر باشه و دچار زخم معده نباشید. خب حالا اگه دچار زخم معده بودید و الان درگیر هستید که یه سری علامتهایی داره، چه کارهایی انجام بدید؟ دونستن علامت هام خیلی خوبه، کمک میکنه. نفخ دائمی، هر غذای استفاده میکنه نفخ خیلی شدید داره و هم باعث میشه تنگی نفس داشته باشه. دردهای جناق سینه یا یه قسمت از معدهش همیشه درد داره. دردهای بالای شکم معروف هستن، به صورت نقطه‌ای هست. این نیست که درد دائما جابجا بشه، یک نقطه از معده دائما درد میکنه، چون به هر حال کسی که ریفلاکس هم میکنه درد داره. اما اونی که زخم معده داره فقط یک نقطه از معدهش همیشه درد میکنه، مخصوصا وقتی که معده خالی هست. به محض اینکه معده پر میشه یه خورده از دردها تخفیف پیدا میکنه. حالا اینجا ما یه سری راهکارهایی براتون داریم که مثل آسترکشی عمل میکنن، انگار که شما معدتون قسمت زخمش رو پانسبان کرده باشین و کمک کنه این زخم روز به روز کوچکتر بشه. در شروع درمان شما بهتره که یه سری کارکنهای ملایم استفاده کنید تا دستگاه گوارش در ابتدا پاکسازی بشه. مثل چی؟ بهترین کارکن اینجا که دستگاه گوارش رو پاکسازی میکنه خاکشیر هست، که اصلا ضرری نداره برای معدتون، برای زخمتون مضر نیست، کما اینکه مفیدم هست. یکی دو تا قاشق خاکشیر رو داخل آب جوش دم کنید، یکی دو تا آلو هم بهش اضافه کنید، با عسل شیرین کنید و به صورت جرعه جرعه صبح ناشتا میل کنید. یکی دو روز که این کار رو انجام دادید، با خوردن سوپ جو
که ادویه‌جات کمی داره رو بهش اضافه نکردین و روغن زیتون بهش اضافه کردین با سبزیجات تازه درست شده، اینا کمک میکنه تا دستگاه گوارش پاکسازی بشه. با خوردن آب فاتر در طول روز که منظورم آب جوشیده ولرم هست، کمک کنید دستگاه گوارشتون پاکسازی بشه. بعد از 3 روز اقدام کنید به خوردن شربت عسل. تو نسخه های ما معروف هست به رژیم شربت عسل، یعنی هیچ چیزی نباید استفاده کنید. این تیکه رو خوب گوش کنید، خیلی تأثیر گذاره، اما باید خوب توضیح بشین چرا شربت عسل. عسل یک ماده شفا بخشه، آنزیم های فوق العاده داره، املاح و مواد معدنی داره، ویتامین های خاص داره، عناصر کمیاب داره و همون باعث شده تا یک ماده غذایی خاص باشه. یک سری مواد مؤثره داره که به شدت ضد عفونت و باکتری عمل میکنه، چون وقتی که معده عفونی هست با هلیکوباکتر درگیر هست که این هم یک نوع باکتری هست، در ادامه اگه درمان نشه تبدیل میشه به زخم معده. پس اینجا عسل چندین کار انجام میده، هم نیازهای بدنتون رو برآورده میکنه، چون کسایی که زخم معده دارن جذب مواد غذایی تو بدنشون پایین میره، عسل هم براشون ضد باکتری و ضد عفونت عمل میکنه و هم اینکه ویتامین ها و عناصر مواد معدنی بدنش رو تامین میکنه و ضمن اینکه کار دستگاه گوارش رو راحت تر میکنه. وقتی که شما رژیم شربت عسل رو میگیرین، دستگاه گوارش شما فرصت پیدا میکنه تا گندزدایی کنه و مشکلاتش رو حل کنه، چون تمام انرژی بدن اینجا صرف درمان اون مشکل هست، یعنی انرژی لازمی صرف هضم غذا بشه. چه تایمی انجام بدید؟ حتی ما مراجعه کننده هایی داشتیم تا 7 روز حتی تا 20 روز تونستن این کار انجام بدن، اما شما برای شروع بهتر آروم آروم این کار انجام بدید. تونستید 1 روز، نتونستید حتی نصف روز هم خوبه. اگه دیگه خیلی ارادتون قویه 2 روز 3 روز حتما این کار رو انجام بدید و هر ساعت شما 1 لیوان آب جوشی که ولرم هست، حتی اگه دمای معمولی روز هم داشته باشه اشکالی نداره، 1 قاشق عسل درجه 1، مقداری لیمو ترش و کمی هم گلاب بهش اضافه کنید که گلاب هم یک ضد التهاب فوق العاده است و به صورت جرعه جرعه آروم آروم میل کنید. حدوداً میتونم بگم روزانه 12 لیوان شما میتونید بخورید و بهتر استراحت داشته باشید، کارهای سنگین انجام ندید، در اون تایم ورزش نکنید تا انرژیتون تحلیل نره و درمان سریع‌تر باشه، به سرعت در تخفیف پیدا میکنه. ما مراجعه کننده‌ای داشتیم که ایشون زخم اسنعشر داشتن و میگفتم من حاضرم هر تایمی که شما بگید ادامه بدم، چون دردام تموم شده، چون داروها نتونسته بود مشکلشو برطرف کنه. خوردن 12 سال داروی شیمیایی که فقط تونسته بود گاهی بیماریشو کنترل کنه و مجبور بود تا آخر عمرش داروی شیمیایی استفاده کنه، همون باعث شده بود با جون دل این روش رو انتخاب کنه. درداش هم کاملا تموم شده بود. اون فرمول طلایی رو یادم نرفته که برای زخمای گوارشی هر نوعی که باشه، برای ورم معده، برای رفلاکس، برای سردی معده، هر مشکلی که دستگاه گوارشی داره این فرمول اثر میذاره. اما قبلش ازتون میخوایم به خاطر مهم بودن قضیه لاک یادتون نره. این فرمول تشکیل شده از عرق نعنا و بارهنگ، نام علمیشو میتونید سرچ کنید، ضمن اینکه دوستان هم در دیسکریپشن براتون مینویسن. اینجا شما 1 قاشق مرباخوری بارهنگ دارید و 1 استکان عرق نعنا. در صورتی که دچار یبوست هستید میتونید نصف استکان هم بهش گلاب اضافه کنید و اجازه میدید 5 دقیقه با شعله خیلی خیلی کم آروم بجوشه. وقتی که 5 دقیقه جوشید میذارین کنار ولرم بشه، کمی عسل بهش اضافه میکنید. اگه مشکلات گوارشی تو خیلی شدید هست هم صبح استفاده کنید و هم شب، حتی در اون 3 روزی که رژیم شربت عسل هم دارید این فرمول استفاده کنید. اما در صورتی که زخماتون شدید نیست، مشکلتون شدید نیست، فقط آخر شب میل کنید و بعد هم بخوابید. 40 روز حداقلشه، انجام بدید، دنبال نتیجه 1 هفته‌ای نباشید. بعد از گذشت 1-2 هفته خودتون متوجه میشین که خیلی بهتر شدید، اما اگه دوره درمانتون رو تکمیل کنید دیگه کاملا خوب میشید.
40 روز استفاده کردید، در صورتی که نیاز داشتید یک هفته استراحت دوباره شروع کنید. خب همین کارا رو انجام دادید، فرمول رو رعایت کردید. شما باید یک رژیم مخصوص هم داشته باشید، رژیم گیاهخواری. اما هر گیاهخواری گیاهخواری نیست. وقتی میگم گیاهخواری، گیاهخواری هست که خودمون روش تجربه داریم و خودمون طراحیش کردیم. شما میتونید از طریق لینکی که گذاشته میشه وارد سایت دکتر گرین لایف بشید و دقیقاً متوجه باشین که چه غذاهایی رو باید استفاده کنید. نکته پایانی، عزیزانی بودن که فقط با حذف چای سیاه 50% مشکلات گوارشیشون حل شده. این هم یه موضوع هستش که میتونید ویدیو لانگ مربوط به چای سیاه رو ببینید. اگه تا این لحظه عضو چنل ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید.